فصل دوم. اما تو مطالبی را که مطابق تعالیم سیاس با آنها بگو. به پیرمردان دستور بده که با وقار و سنگین، روشنبین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند. همچنین به پیرزنان دستور بده که رفتاری خداپسندانه داشته باشند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارند و روشنبین، پاکدامن، خانه‌دار، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند. همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشنبین باشند. زندگی تو در هر مورد باید نمونه از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش. طوری سخن بگو که مورد ایراد واقع نشوی، تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمیابند شرمسار گردند. به غلامان بگو که در هر امر مطیع اربابان خود باشند و بدون جر و بحث ایشان را راضی سازند و دزدی نکنند، بلکه کاملا امین باشند تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات دهنده ما خدا بیفزایند. زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است و به ما می آموزد که راه‌های شرارت‌آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشنبینی و عدالت و خدا ترسی در این جهان زندگی کنیم و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم. او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و مشتاق نیکوکاری باشیم. درباره این مطالب سخن بگو. وقتی شنوندگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تو را حقیر شمارد.